تغییر ظاهر شدید مدیر صدا و سیما جنجالی شد و فاطمه کیاپاشا واکنش رو به این موضوع نشون داد. سلام برای بچه‌ها، خوش اومدیم به کانال میم تیوی. منتشر شدن عکسای از تفاوت پوشش فاحش فاطمه کیاپاشا مجری جوان صدا سیما با اون چیزی که قبلتر از اون توی تلویزیون دیده شده بود، سر و صدای زیادی توی شبکه‌های اجتماعی به پا کرد و اون رو با انتقاداتی مواجه کرد، موضوعی که واکنش کیاپاشا رو به دنبال داشت. فاطمه کیاپاشا که متولد سال 1376 و مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی داره، فعالیت توی صدا سیما رو از سال 1396 شروع کرد و توی برنامه‌های مختلفی مثل عصر خانواده به مدیریت پرداخت. به گفته خودش اون توی سال 1400 از صدا سیما استفاده داد. بعد از منتشر شدن گسترده عکس‌های از ظاهر جدید فاطمه کیاپاشا و بالا گرفتن واکنش‌ها به اون، فاطمه توی دو پست اینستاگرام توی صفحه شخصی توضیحاتی در مورد تغییر پوششش ارائه داده. به گفته کیاپاشا، تغییر ظاهر اون به قبل از تصمیمش برای استعفا از صدا و سیما برمیگرده و حالا دو سالی از این موضوع میگذره. اون همینطور تاکید کرد که دیگه اعتقادی به حجاب نداره. کیاپاشا اول توی پستی نوشت به خاطر حجمه رسانه‌های زرد خارجی و داخلی و سوء استفاده رسانه‌های خارج از تغییر پوششم لازم دونستم. بعد از دو سال توی پست یک بار برای همیشه در مورد تغییر پوششم با شما مخاطبای عزیز صفم مطالبی رو در میون میذارم، چون دوست ندارم با حاشیه و اخبار زرد مطرح بشم. راه برای تو چش بودن با کارهای سطحی زیاده، اما هیچ وقت دنبالش نبودم. ترجیح میدم از خودم بشنوید که خدای نکرده از قضاوت و تهمت آدمهای معصوم دست به کار غلطی نزنم، که از زندگی که بالاتر محبت الهی محروم بشم. پس حرف میزنم تا مثل خیلی‌ها که بیگناه دیگه بین اون نیستن قنباد نشه. من از پیش دانشگاهی یعنی 4 سال قبل از ورودم به صدا سیما حجاب و چادر رو انتخاب کردم، نه برای اصل حجاب، بلکه چون بهم میومد و این استایل رو دوست داشتم. تصمیم گرفتم مانتوی بشم، یعنی هم زندگی شخصی هم کار، اما برای کار این صلاحیت وجود نداشت و کارمو از دست دادم. البته نه به خاطر مانتوی شدم، دلیلش این بود که من وقتی این تصمیم رو گرفتم که دیروزش با چادر رفته بودم رو آنتن و تصمیم داشتم روز جدید بدون چادر برم رو آنتن و این صلاح دید وجود نداشت که این اتفاق بیفته و گفتم فعلا بهتره برای حاشیه درست نشدن اجرا نکنید تا یه مدت بگذره. در واقع ممنون کار نشدم، فقط موقتا این صلاح دید ایجاد شد و من از اجرا اومدم بیرون. حدودا یک سال بعد از مانتوی شدنم پیشنهادات اجرا داشتم، حتی بعضی برنامه های تقریبا بهتر نسبت به اوایل کارم، اما دیگه من هدفم تغییر کرده بود و ارشد کارگردانی قبول شدم و تصمیمم این شد که تمرکز و وقتم رو بذارم برای هدف اصلیم، یعنی یادگیری و شروع فیلمسازی، و از اجرا کلا فاصله گرفتم و به زودی اولین فیلم کوتاهم رو میسازم. پس اینطوری نبودی که ببینم نون تو حجاب یه چادر بردارم برم صدا سیما، بعد ببینم نون تو روسری نداشتن روسری بردارم بیام اینستا. هیچ کدوم شما حق ندارین قضاوت کنین بگین کاش از اول همینطوری بودی. شما میتونی ادعا کنین دو سال دیگه تفکراتت عقایدت نگرشت ذره تغییر نکنه. الان هم خوب یا بد دیگه برای شخص خودم به این حجاب اعتقاد ندارم، اما مادر خودم محجبه است. پس صحبت من بی احترام به افراد محجبه نیست و فقط دلیل اینکه توی صفم حجابم رو کامل برنداشتم مادرمه. فاطمه کیاپاشا بعدش توی پست دیگه توی توضیحاتی بیشتر نوشت متوجه این حمله خبری نمیشم و نمیفهمم هدف پخش خبری با عنوان تغییر پوشش من چه از سمت رسانه‌های خارجی چه رسانه‌های داخلی چی هست، اما از هیچ کدوم حمایتی نمی‌کنم که تمام صفحات رو هم بلاک کردم و این دو روز جز قضاوت و تهمت چیزی ندیدم. برای بار آخر، من متولد 1376 از سال 93، 3 سال قبل از ورود به سازمان صدا و سیما توی زندگی شخصی چادری بودم. این رو همه کسایی که من رو از نزدیک می‌شناسن گواهی میدن، یعنی نه خانواده نه صدا سیما من رو مجبور به حجاب داشتن نکردن. سال 96 وارد سازمان صدا سیما شدم و تا اواخر سال 99 و اوایل 1400 هم سازمان هم توی زندگی شخصی چادری بودم. سال 1400 تغییر کردم و همون سال از سازمان صدا سیما بیرون اومدم، چون هدف کاریم تغییر کرد و رفتم دانشگاه ارشد کارگردانی خوندم و به تازگی درسم تموم شده و میخوام به زندگی برسم. برای هر کدومتون ممکنه پیش بیاد که پوششتون و عقایدتون تغییر کنه، یعنی شماها که دارین منو قضاوت میکنین خودتون ممکن نیست هیچ وقت تغییر کنین، بچه‌تون ممکن نیست در آینده عوض بشه. من دو سال پوششم تغییر کرده و این حمله یهویی رو درک نمیکنم. لطفا از انتشار در مورد تغییر پوشش من برای ایجاد حواشی خودداری کنین.
فاطمه کیاپاشا موجی صدا سیما بوده و توی سال 1376 به دنیا اومده. اون فعالیت رسمیش رو توی صدا سیما توی سال 1399 با برنامه تلویزیونی عصر خانواده شروع کرد. هرچند که سابقه اجرای برنامه‌های مختلفی رو توی کارنامه‌اش داره، اما برنامه عصر خانواده مهمترین کار اجرایی اون به شمار میاد. فاطمه کیاپاشا سابقه اجرای برنامه‌های مختلفی رو توی صدا سیما داره، اما مهمترین تجربه اون اجرای برنامه عصر خانواده است. این برنامه یه برنامه تلویزیونی خانوادگیه که به موضوعات مختلف مرتبط با خانواده میپردازن. حضور کیاپاشا توی این برنامه با استقبال مخاطبان مواجه شد و اون تونست به سرعت به یکی از محبوب‌ترین مجریان این برنامه تبدیل بشه. فاطمه کیاپاشا توی زمینه نویسندگی هم فعالیت داشته و تا حالا توی این برنامه موضوعات و گزارشات مختلفی رو نویسندگی کرده و توی این زمینه هم حسابی موفق بوده. در حالی که خبرهای در مورد تغییر پوشش فاطمه کیاپاشا توی فضای مجازی منتشر شده، اما این خانم مجری از سال 1393 چادر رو انتخاب کرده و 3 سال قبل از اینکه وارد صدا سیما بشه چادری و محجبه بوده. فاطمه توی پست اینستاگرامش این موضوع رو با مخاطبانش در میون هم گذاشته. پست اینستاگرامی فاطمه کیاپاشا واکنش‌های مختلفی رو هم داشته. بعضی از کاربران کیاپاشا رو به بی‌حیایی و بی‌اعتنایی به حجاب متهم کردند، اما بعضی دیگه از کاربران اون رو درک کردن و از تصمیمش حمایت کردند. فاطمه کیاپاشا در حال حاضر با پوششی متفاوت توی فضای مجازی اینستاگرام با حدود 124,000 فالوور فعالیت می‌کنه. کیاپاشا میگه این پوششش انتخاب خودشه و هیچ کس حق نداره به اون برای انتخابش توهین کنه. انتخاب حجاب و چادر توسط خانم فاطمه کیاپاشا باعث شد بعضی از کاربران رسانه‌های بیگانه در مورد اون صحبت کنند. یه فیلم تازه منتشر شده که از بی‌حجابی فاطمه کیاپاشا موجی زن سابق شبکه امید صدا سیما بازتاب گسترده توی اینستاگرام داشته. توی این ویدیو که با واکنش‌های منفی کاربران توی شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، فاطمه کیاپاشا موجی سابق صدا سیما راه خیلی کمی از سلبریتی‌های زن رو در پیش رو گرفته و از ادامه حضور توی تلویزیون انصراف داد. خب دوستان، نظرتون در مورد برداشتن حجاب فاطمه کیاپاشا موجی سابق صدا سیما چیه؟ و به نظرتون هیچ کسی توی زندگیش به مرور زمان اعتقاداتش عوض نمیشه و به نظرتون این حمله به موجی زن سابق صدا سیما توی فضای مجازی کار درستی بود یا نه؟ توی کامنت ها بهم بگید. دوستان حتما یه سر به کانال ما بزنید. توی این کانال ویدیوهای جنجالی از همه اتفاقات رخ داده توی کل روز توی دنیای سلبریتی ها گذاشته میشه، پس حتما یه سر بزن. دوستان حتما این ویدیو لایک کنید، اگه میخواین اخبار حواشی به روز رو دنبال کنید همین الان کانال ما سابسکرایب کنید.